سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که در خدمتتون هستم. با نزدیک شدن به سالروز مهسا ژینا من فکر میکنم که شاید لازم باشه ما یک بررسی ریشه‌ای بکنیم که توی این مدت چه کردیم، چه باید میکردیم و چه باید بکنیم. امیدوار هستم که در این چند هفته باقی مونده در فرصتی مرحله به مرحله مسائل رو با شما در میون بگذارم. ببینید، بحث خیلی مشخصی رو باید ما دنبال بکنیم، اینی که زن زندگی آزادی در حدود 6-7 ماه اولش گسترش و حرکتی بسیار رو به جلو داشت. یعنی ما اگر که اینو در دو قسمت بهش نگاه بکنیم، یکی داخل ایران یکی خارج از ایران، میبینیم که مسئله داخل ایران و خارج ایران از هم دیگه جداست، ولی هر کدوم جای خودش رو داره. به همین ترتیب اگر که داخل ایران رو نگاه بکنیم، این مجموعه کمتر از 30 سال که بزرگترین موتور به حرکت در جامعه بود، بالاترین دستاورد رو داشت، چرا که بزرگترین سرمایه زندگیشون که جونشون بود کف دستشون گذاشتن و آمدن تو میدون. میبینیم که حدود 600 کشته، تعداد بیشماری ناپدید که ما خبر نداریم، معلول‌ها و یا از طرف دیگه زندانیان بسیار بسیار گسترده‌ای که توی این سال‌ها، توی این ماه‌های گذشته باش مواجه بودیم و خشونت‌هایی که در زندان‌ها و غیره و غیره به کار رفت. در خارج از کشور هم نگاه بکنیم، به نظر من توی 6-7 ماه اولیه این حرکت ها بسیار اثرگذار بود. دیدگاه های متعدد و متفاوتی با هم نشستن، جامعه جهانی نظرش جلب شد و اینی که همه گرایش ها تونستن که این حرکت رو به جلو ببرن، به نظر من قابل ارزش و احترام بسیاره. حالا اگر از طرف دیگه به شکل دیگه به قضیه نگاه بکنیم، میبینیم که این دوره مشخص همه این هیجان‌ها، شعارها، اثرگذاری‌های خودش رو داشته، ائتلاف‌ها، منشورها که حالا می‌بینیم که کمتر خبری ازش وجود داره، همه شکل پیدا کرد. همه رو من مثبت تلقی می‌کنم، اگر که به نوعی باید بگم ادامه پیدا می‌کرد. ما توی این 6-7 ماه اول از هر گروه و طبقه در خارج از ایران به خصوص، چون در داخل محدودتر بود طبقات اجتماعی، ولی در خارج از کشور از هر طیف فکری، از هر طبقه اجتماعی همه حضور داشتند. اگر برگردیم به این که چرا در داخل کشور این مسئله کمتر، طبقات اجتماعی کمتری رو در بر می گرفت و یا در خارج از کشور طبقات اجتماعی گسترده تری رو، خیلی روشن بهش بر می خوریم که به هر حال اون طبقه جوانتر، اون زنا و دخترهایی که آمدن بیرون و همچنان ادامه می دن، می بینیم که اینها در یک گروه سنی خاص تقریبا قرار دارن. همونطوری که اول عرضم حضورتون گفتم، بیشتر زیر 30 سال و میاد تا 11-12 سال که میبینیم که حتی زندانی از اونها هم ما داریم، ولی در خارج از کشور تقریبا تمام گروه ها بودن. این که چه شد از 7 ماه بعد به بعد، من فکر میکنم که فعالتر شدن جمهوری اسلامی، نغمه های ناهماهنگی که به وسیله نمایندگان و فرستادگان جمهوری اسلامی در قالب همین جنبش منتهی به انقلاب زن زندگی آزادی به وجود آمد، خودشون رو به هر حال وابسته این جنبش نشون دادن تا حدی که
تونستن حرکت هایی رو پیش ببرن که به هر حال با استفاده از رسانه هایی که گرایش هایی به طرف جمهوری اسلامی داشتن، اینها مهمانان بیشمارشون بودن و به هر حال تونستن به یه شکلی این حرکت رو کند بکنن. یکی از مسائل اصلی این بود که ما بررسی نکردیم که این حرکتی که در داخل ایران به وجود آمد، زن زندگی آزادی، در اصل چه بود. همه گفتن انقلاب، ولی من از روز اولی که این بحث به وجود آمد مرتبا بحث جامعه شناختی رو مطرح می‌کردم که و می‌گفتم جنبش منتهی به انقلاب، و همچنان عقیده دارم، چون جنبش از نظر جامعه شناسی گروه‌های محدودتری رو در بر می‌گیره و انقلاب تمام جامعه رو به دنبال خودش میاره. ما به اون مرحله نرسیدیم و شاید یکی از دلایلی که نتونست تو داخل ایران اون گستردگی رو به وجود بیاره، اون خواستها نتونست که همه رو در بر بگیره و در نتیجه با مسائل مختلف متعدد و متفاوت، فقر، گرسنگی، بیکاری، ترس، همه اینها وجود داشت و به هر حال به انقلاب نینجامید این چند ماه گذشته. ولی من مطمئن هستم که این جنبش به طرف انقلاب خواهد رفت. ما ناگزیر هستیم یک آسیب شناسی مقطعی و مرحله‌ای انجام بدیم، همون کاری رو که در 40 سال گذشته مرتبا در مورد صحبت کردیم ولی در اپوزیسیون انجام ندادیم، به دلیل اینکه شاید بیشتر من تکرار میکنم، ما اپوزیسیون یواشکی و خجالتی هستیم، نمیایم جلوی مردم بنشینیم، یا از مردم وحشت داریم یا میترسیم کارنامه های خودمون رو به مردم ارائه بکنیم و در نتیجه همه این مسائل میتونه که باعث بشه اون آسیب شناسی صورت نگیره. ولی امروز در رابطه با آسیب شناسی جنبش منتهی به انقلاب زن زندگی آزادی، ما وارد یه مرحله جدیدتری میشیم، وارد این مرحله میشیم که زن زندگی آزادی نه تنها تموم نشده بلکه رو به جلوست. توی هر جنبش و حرکتی میتونه فروز و فرادهای زیادی داشته باشه، ولی بیایم دنبال این که ببینیم که چه کردیم، چه باید میکردیم و چه کاری رو باید انجام بدیم حتما که کمک بکنیم به این قضیه. ما بیشتر رفتیم به دنبال این که دموکراسی خوب است، جمهوری اسلامی جنایتکار است و بد است، نمیدونم آدم میکشه، نمیدونم چه و چه و چه. همه اینها خیلی هم درست و خوبه، جمهوری اسلامی بده، دموکراسی هم حتما خوبه. ما ولی اگر ما نشناسیم که این طبقات اجتماعی که توی ایران در جای جای ایران بیرون آمد چه میخواست، اگر خواستهای زن زندگی آزادی رو بررسی نکنیم، دقیق بررسی نکنیم ببینیم که چیا بود و ما چه کمکی، چه کاری، چه حمایتی از دستمون برمیامد، مایی که در خارج از کشور بودیم امکانات گسترده تری داشتیم، میتونستیم حرکتهایی رو انجام بدیم، نه به این معنا که فقط پول جمع کنیم و اون پولی هم که جمع میشه معلوم نمیشه که کجا میره، بلکه برسیم به دنبال این که دلایل کند شدن و عدم پیشرفت این ماجرا به کجا می انجام بده. به این معنا باز راهی که به نظر من وجود داره و ما ناگزیر هستیم بهش بپردازیم، خواستها و آسیب شناسی این مسئله است. به این معنا که بررسی بکنیم که این مجموعه ای که امروز در موردش داریم صحبت میکنیم، این مجموعه همونطور که عرض کردم بیشتر زیر 30 ساله، این مجموعه یه 15-16 میلیونش مدرسه روه، دانش آموزه، 3 میلیونش دانشجوه، بقیه فارغ التحصیل بیکاره. ببینید ما تا نیاییم بررسی بکنیم که این دانش آموزایی که ترک تحصیل میکنن، از تحصیل واموندن، به قول معروف جامانده از تحصیل هستن،
به دلایل متعدد و متفاوت، نمیدونم فقر، مشکلات اجتماعی، مسئله فقر فرهنگی، نبودن مدرسه، نمیدونم مشکلات عدیده معلما، همه اینها رو اگر که ما بررسی نکنیم نمیتونیم اون مجموعه ای که هر روز داره بیشتر وارد این جمعیت زن زندگی آزادی میشه، هی میاد سنش بالاتر، توی زیر 20 سال قرار میگیره، بعد زیر 30 سال قرار میگیره، چی بود؟ میرسیم به دانشجویان. امروز 3 میلیون دانشجو داریم. چرا ما 1 میلیون دانشجو در عرض چند سال گذشته کم شده؟ یا اگر چند سال بیشتر گسترش بدیم 5 میلیون دانشجو داشتیم، چرا رسیدیم به 3 میلیون؟ اینی که خوبه یا بده من الان قضاوت ارزشی نمیخوام بکنم، چون مسائل متفاوتی رو داره، در یک زمانی بهش خواهم پرداخت. ولی اینی که این در عرض همین کوتاه مدت 1 میلیون کم شده، خب دلایلش مشخصه. دلایلش اینه که، یکی از دلایلش اینه که به حال دیگه اون تایتل ها، اون عناوین دکتر، مهندس، نمیدونم کارشناس ارشد، لیسانس، اینا اون اعتبار سابق رو نداره، به این دلیل که به هر حال تجربه عینی شده، به این بچه ها رفتن خانواده ها دردسرهای بسیار کشیدن، هزینه ها رو فراهم کردن، ولی در نهایت امر میبینیم که اینها رسیدن به جایی که اگر برن توی بازار کار بکنن، اگر کار تکنیکی و خدماتی انجام بدن، از لیسانس و فوق لیسانس یا برای گروه های دیگری دکتر مهندسی خیلی خوبه. همه این الان مسئولان جمهوری اسلامی هم یه دکتر مهندس بهشون اضافه شده، ولی برای اونها ممکنه یک کارآمد باشه، برای اونهایی که هزینه هاشو میپردازن کارآمد نمیتونه باشه. این مسائلیه که باید ما ناگزیر بهش بپردازیم. به عنوان مثال دو تا مثال رو خدمتتون مطرح میکنم در همین فاصله کوتاهی که وجود داره. شما ببینید بودجه ای رو که به آموزش پرورش اختصاص میدن بر اساس بودجه های با آمارهایی که مطرح میکنن، که از نظر من آمارها هیچگاه در کشوری مثل ایران زیر حکومت جمهوری اسلامی درست نیست، میگن 224 میلیارد تومان هزینه آموزش پرورشه، ولی هزینه دفاعی، هزینه دفاعی نظامی 278 میلیارد. ولی حالا جالبترش اینجاست، شما وقتی اینو تقسیم میکنید میبینید که حقوق معلمان غیره با غیره، که 73% این میگن حقوق معلمانه فقط و به این بدبختی دارن زندگی میکنن، بیاین برگردیم به همون بودجه های نظامی و دفاعی، ببینید سپاه، امنیت اجتماعی و پلیس 80% این بودجه کل نظامی دفاعی رو داره، در عوض ارتش 13% داره، دفاع 7% داره. 80%ش متعلق به سپاه و امنیت اجتماعی و همین من. تازه به اضافه این که وقتی نگاه بکنید میبینید که اسکلاها، بنادر آزاد، باچاق، واردات، صادرات، همه این هم در اختیار همین سپاهیان و فرماندهانشونه، که امیدوارم در فرصتهای بیشتری بهش بپردازم. بسیار سپاسگزارم.